دیگری که میگه خب وقتی که محیط کار و محیط که زندگی میکنه در خانه ازم جدا باشه آرامش و امنیت به وجود میاد بله این ما میتونه که انشالله تضمین بکنم یکی دیگر از لزوم پوشش و حجاب به اصطلاح چیه که زن دوست داره آرایش ها و زینت هایش بقیه ببینن درست مرد دوست داره که آرایش ها و زینت ها نگاه بکنه <applause> چرا برای مردان نال سوال پیش میاد چرا برای مردان زیاد تاکید نشده که شما هم اجاب خود را آیت بکنن چون مرد دوست نداره کس طرفش نگاه کنه مثلا بعد جوانایی هستن که خود کم سر صورت خود به سر دست میگشن که بقیه جوانا با اونا دخترها یا زنها توجه بکنن ولی مرد چون دوست داره که مظهر زن مظهر جماله <تص> و مرد مزاره بس تلا اون آشفتگی که چی شیفتگی زنه که خدا رایش نمیکنه فقط دوست داره بغیر ببینه طالب است مثلا دوست که زنان ببینه ولی زنان دوست سر خود در معرض دید قرار بدن بله. پس در معرض دید قرار بدن یعنی چیکار میکنن خدا آرایش میکنن زینت میبخشن لباس تن چنان که هرچی بیشتر جلب توجه دیاتر بشن با این فکر نیان که خوب اگر جلب توجه در بین آقایون نامحرم بین شما و اونا محرم با وجود بیاد آیا تو آرامش داری؟ آیا تو در امنیت هستی؟ درست آیا شب میتنی آرام بخوابی خود به آدم های خوبت دارن بله, بله امکان داره که شما رو تاقیب بکنه بله. امکان داره که شما رو خدای نخواسته برو باید جای ببره بله. پس چی شما باید کار بکنن که اون چشم که یا او چشم چرانی که مرد داره بسیار شما جلب نشه بله حالا شما اگر ای جواب داشتن و چشرانی مردان به طرف شما بود شما مقصد نیستن دیگه درست. او مرد که بیمار دله ای توجه میکنه و شما وظیفه خود انجام دادن درست. درست. یعنی وظیفه زن است که خودش در معرض دید دیگران قرار نده قرار ندار. و با این... نشان نده بله. ببخشید و این خودنمایی زن بیشتر برای همیه که جلب توجه بکنه و این در قرآن عمی که خود نمایی داره این زن امون تبراجه که ما توضیح و تشریح دادم درست. بر دوستان خود در جلسات قبل بله حرام شو مرده شده درست و برای بستگان نزدیک پدر و شوهر باشه تاکید تا شده که حتما شما باید جلوه خانم و دختر خود بگیرین درست انشالله ما یک بحث داریم روی این که یک تعداد ایراد گرفتن که چرا شما گفتن که پدران ها. توجه به دختران داشته باشند مگر ما زنان از خود آزادی نداشته باشیم